اگر شما هم دوست دارید بدونید چطور یک چنل یوتیوب در عرض 49 روز 1,000,000 سابسکرایب گرفته، تا آخرین ویدیو آموزشی با من همراه باشید از چنل پرشین آکادمی. دوستان سلام، سالار هستم از چنل پرشین آکادمی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز براتون بررسی یه پیج عجیب غریب رو در نظر گرفتیم، پیجی که در عرض 49 روز تونسته 1,000,000 سابسکرایب به دست بیاره. سابسکرایباش هم نه خریده نه کار دیگه کرده، همه سابسکرایباش هم واقعیه. میخوایم به صورت کیس استادی بریم پای سیستم یه بررسی کنیم، ببینیم اون آدم چیکارا کرده. شاید خیلی از کارهایی که اون انجام داده بتونه به ما هم کمک بکنه تا بتونیم یه چنل بهتری رو داشته باشیم. خب اول از همه میریم پای سیستم، یه نکاتی رو بهتون بگم و خود چنل رو بهتون معرفی کنم، دوباره برمیگردیم و توضیحات تکمیلی رو خدمت شما خواهم گفت. خب دوستان اومدیم پای سیستم تا این چنل عجیب غریبی که گفتم رو بهتون معرفی کنم. چنلی که میخوام بگم اسمش هست Dad How Do I. این چنلیه که داشتم صحبت میکردم که حالا الان میبینید این چنله الان نزدیک به 1,820,000,000 سابسکرایب داره، که خب من ویدیویی که براتون آماده کرده بودم گفتم این چطور توی 49 روز اولش به 1,000,000 سابسکرایب رسید. خب ببینید کلن 15 تا ویدیو بیشتر نداره، توی یک ماه گذشته 7 تا ویدیو فقط آپلود کرده و مجموع ویوش هم میبینید که 5.2 میلیونه، یعنی یه عدد خیلی عجیب غریب که فقط توی 30 روز گذشته 5.14 میلیون ویوش رو به دست آورده. پس کل کاری که اتفاق افتاده اینجا توی همین 30 روز گذشته است. حالا این چنل داستانش چیه؟ این چنل ما برای یه مردیه که پدرش رو چند سال پیش از دست داده بوده. حالا یه داستانی داره، میتونی داستانش هم بعدم ببینید. وقتی که پدرش رو از دست میده، این پدره یه سری کارا رو میرسیده به این پسرش یاد بده، یه سری کارا رو نمیرسیده بهش یاد بده و این هم میاد یه چنل یوتیوب میزنه و یه جورایی با باباش داره صحبت میکنه توی این چنل، که مثلا توی یه ویدیوش نشون میده که من دارم ریشامو شیو میکنم، بعد مثلا میگه که پدر به نظرت چطور من ریشمو شیو کردم، آیا خوب بوده بد بوده و چیزه این چنینی. کلا این داستانش یه ذره وایرال شده و خیلی بهش کمک کرده که چنل بتونه همچین سابسکرایبای پیدا کنه. میگم داستانش اینجوریه، داستانش یه ذره غم انگیزه، ولی خب از همین داستان این آدمی که این چنل رو درست کرده اومده به نحو احسن استفاده کرده و یک چنلی درست کرده که تمام معادلات یوتیوب رو به هم زده. خب وارد ویدیوهاش بشیم. ببینید همونطوری که نگاه کنید ویدیوها فرمتش خیلی ساده است. من همیشه همه جا تاکید میکنم که تامنیل خوب درست کنید، وقت بذارید، ولی این پیج اصلا تامنیلاش به درد بخور نیست. میگم این پیجی که داریم میبینید صرفا از کارهایی که این کرده، از همه کاراش الگو برداری نباید کرد، به خاطر اینکه همه کاراش درست نبوده، یه سری کاراش درست بوده، یه سری کاراش هم خب میتونست بهتر بکنه که نکرده متاسفانه. مثلا ببینید تامنیلای خیلی ساده استفاده کرده، در صورتی که من به نظرم حالا این یه کار اشتباه، شما لازمه که واسه تامنیلاتون وقت بذارید، ولی تامنیلش جوریه که قابل درکه. به طور مثال یه ویدیو آپلود کرده به اسم How to shave your face، خودشو عکسشو انداخته که داره صورتشو شیو میکنه. ویدیو دیگه ای داره که نحوه بستن کروات رو آموزش میده، دوباره خودشو میبینیم. ببینید درست تامنیلاش حرفه‌ای نیست، اما ساده و قابل درکه، یعنی یه آدم که این تامنیلشو داره میبینه میتونه منظور ویدیو رو بفهمه. مثلا این تامنیلو میبینه میفهمه که این آدم میخواسته بگه که چجوری لاستیک ماشینت رو عوض کنی، یا چجوری اتو کنی، یا چجوری باد لاستیکت رو فشارش رو اندازه بگیری. و میگم یه خوبی که حالا داره فقط تامنیلاش اینه که خیلی خوب و قابل درکه. شما وقتی یه مطلبی رو سرچ کنین، تامنیل رو ببینی، شاید از سادگی زیادش و قابل درک بودنش میایید که ببینید این چه مطلبی رو داره به شما آموزش میده. حالا ویوهاش رو نگاه کنید. ویوهاش مثلا یه دونه یک ماه پیش یه ویدیو گذاشته، ویدیوش کلن 2 دقیقه است، نحوه بستن کروات رو آموزش میده.
507 کا ویو خورده، طریقه اینکه چطور صورتمون رو اصلاح کنیم گذاشته 395 کا ویو خورده. این یه ذره چیزاش عجیب غریبه، همش هم واقعیه، اصلا از بات و اینا استفاده نکرده، چون من خیلی راجبش تحقیق کردم، واقعا پیجش واقعیه ولی خیلی عجیب غریبه. حالا یه نکته مهمی که ما باید از این بفهمیم و خیلی به دردمون میخوره اونم اینه که یه آدم با یه ایده ساده فقط اومده یه سری پاسخ داده به یه سری پرسش‌هایی که آدم‌ها تو ذهنشون دارن. من اینو توی خیلی از ویدیوهام گفتم که سعی کنید شما همیشه یا بهترین پاسخ رو بدین یا سریع‌ترین پاسخ رو بدین یا بهترین پاسخ رو یا به سوالی پاسخ بدین که بقیه آدما پاسخی براش نداشتن. حالا این اومده تقریبا از تلفیق این سه تا استفاده کرده، حالا منهای گزینه آخری، شاید خیلی ویدیوهای دیگه هم باشن که بگن چطور کروات ببندیم، چطور صورتمون رو شیف کنیم، اما خب این اومده یه سری مفاهیم قابل درک رو برای یه سری سوالا گذاشته و خیلی نیومده بپیچونتش، نیومده خیلی المانای حاشیه بهش اضافه کنه و میبینید مدت زمان ویدیوهاش هم کمه. خیلی از آدمای دیگه به خاطر اینکه حالا بتونن ویدیوشون از 10 دقیقه تایمشو بگذرونن تا بتونن تبلیغای بیشتر رو ویدیو بذارن، شروع میکنن چرت و پرت وسط ویدیوشون میگن، میان چیزای حاشیه‌ای اضافه میکنن، یه جور حوصله مخاطب رو سر میبرن. اما کار خوبی که این پیج کرده اینه که اومده مطلب رو خیلی مختصر و مفید توضیح داده. تو 2 دقیقه گفته چجوری کروات ببندین، تو 4 دقیقه گفته چجوری صورتتون رو شیف کنید، 5 دقیقه گفته چجوری فشار بادلاستیک رو اندازه بگیرید و میبینید خیلی ساده و خیلی سریع اومده جواب سوالا رو داده. پس همیشه اینو به یاد داشته باشید، چه چنلتون گیمینگه، چه مخصوصا اگه چنلتون آموزشیه، آشپزیه، هر چیزی که هست، سعی کنید دنبال پاسخ دادن به سوالاتی باشید که فکر میکنید توی ذهن مردم هست. بیاید یه مطلب خوبی براش درست کنید، یه تولید محتوای قابل قبول با کیفیت قابل قبولی براش بکنید و با لحن ساده که برای همه آدم ها قابل فهم باشه و در این حال بعضی جاهاش حالا یه ذره حرفه‌ای تر برای مطالب تکمیلی تر و تخصصی تر سعی کنید که اون مطالب رو ارائه بدید. شاید خیلی از آدم ها نتونن به این کاری که این آدم کرده برسن، شاید فاکتور شانس هم توش دخیل بوده که خب قطعا هم فاکتور شانس هم دخیل بوده، شاید یه آدم دیگه میومد همچین کاری میکرد به این نتیجه نمیرسید. اما خب یه جوری یوتیوب سعی و خطا هم داره، بعضی وقتا کیسای اینطوری هم توش پیدا میشه، اما بازم همیشه شما سعی کنید که بهترین مطلبتون رو ارائه بدید. و بازم میگم حالا توی این چنل اون داستان پدرش هم، حالا داستانایی که با پدرش داشته، اونم خیلی بهش کمک کرده تا بتونه چنلش رو زودتر به رشد برسونه. و حالا چیز جالب دیگه ای که داره اینه که خیلی خیلی چنلش ساده است، یعنی بیاید توی پلیلیست کلا پلیلیست تعریف نکرده، توی قسمت کامیونیتی اصلا کامیونیتی نداره، پست و استوری نمیذاره، توی قسمت چنلاش بری چنل دیگه ای رو بهتون ساجست نکرده و فقط توی قسمت اباوتش یه مختصری راجع به خودش گفته و گفته که مثلا یه مقاله فلانجا راجع به من نوشته بودن و یه آدرس فیسبوکش هم داده برای کسایی که میخوان برن ببینن. پس ببینید زیاد از حد چنلش ساده است و میگم این فاکتور ساده و قابل درک بودن خیلی فاکتور مهمیه. حالا شما میگم میتونید توی تمام چنل هایی که میخواید بسازید از این استفاده کنید. خب اینم بود بحث تحلیل و بررسی این پیج عجیب غریبی که داشتیم راجع به صحبت میکردیم. خب دوستان چنل رو دیدیم و دیدیم که این چنل کامل تمام معادلاتی که ما توی ذهنمون داشتیم و تمام فکرهایی که راجع به یوتیوب میکردیم رو به هم زده بود. حالا یه سری نکات تکمیلی بهتون بگم برای اینکه چطور بتونیم سابسکرایبای بیشتری داشته باشیم. یکی از این کارهایی که میتونیم بکنیم این هست که اگر آدم‌ها میان و زیر ویدیو ما کامنت میذارن، سعی کنید که حتما به کامنت‌ها پاسخ بدید، با هم توی کامنت‌ها صحبت بکنید، نقاط مثبت و منفیتون رو اگر میگن انتقاد پذیر باشید. حالا اگر هم کسی به صورت ترول میاد فقط قصد تخریب ما رو داره یا میاد فحاشی میکنه، اون حالا داستانش جداست که من یه ویدیو دیگه دارم راجع به این که چطور به ترول ها جواب بدیم، میتونید به اون ویدیو مراجعه کنید تا ببینیم بهتره که چطور توی کامنت ها رفتار کنیم. اما هر کی که میاد براتون کامنت میذاره، اگر کامنتش ترول نیست سعی کنید بهش جواب بدید. وقتی که به اون آدم جواب میدین،
اون آدم پیش خودش این رو مد نظر میگیره که این آدم به من احترام گذاشته و جواب منو داده و به خاطر همین حس بهتری بهتون پیدا میکنه و ویدیو جدید که بذارید حتما میاد یه دور ویدیوتون رو نگاه میکنه. پس این جواب دادن به کامنت ها میتونه نکته مثبتی باشه. نکته بعدی که وجود داره حالا راجع به یه پیجی مثل همین پیجی که امروز دیدیم اینه که ببینید همه سابسکرایبایی که یه پیج دارن واسه یه همه ویدیوهاش نیمدن اون حالا چنل یا پیج رو سابسکرایب کنن. ممکنه یه سری از آدم ها آره مثلا یه کتگوری خاصی رو دوست دارن اومدن چنلی که کل اون کتگوری رو ساپورت کرده سابسکرایب کردن، اما یه سری از آدم ها به خاطر یه ویدیوی خاص از یک چنل اومدن اون چنل رو سابسکرایب کردن. به طور مثال حالا توی همین چنلی که با هم نگاه کردیم مثلا یه تاپیکیش این بود که چطور صورت خودمون رو شیف کنیم. شاید شاید مثلا سابسکرایبایی که این پیج گرفته باشه 20%شون فقط به خاطر همین یه دونه ویدیو اومدن کل اون چنل رو سابسکرایب کردن. حالا اگر اون آدم یه ویدیو جدید بذاره این آدما میتونن ویدیو جدیدش رو هم ببینن. پس اگه میتونید یه سری تاپیک های حالا خلاقانه، پاسخ به سوال، تیپس اند تریک یا یه چیزایی تو این مایه ها داشته باشید میتونید اول کارتون اینا رو آپلود بکنید تا یه ذره مخاطبای بیشتری بتونید داشته باشید. اما چیز دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید اینستاگرام هست. من حتما یه ویدیوی آموزشی راجع به این میذارم که چرا ما باید کنار یوتیوبمون از اینستاگرام استفاده کنیم، ولی فعلا در همین حد بهتون میگم که اگر یه چنل یوتیوب داشته باشید اگر چنل اینستاگرام کنارش نزنید اصلا چنل یوتیوبتون به اون میزان درآمد یا به اون میزان سابسکرایبی که میخواید نخواهد رسید. پس داشتن اینستاگرام هم خیلی نکته مهمیه. اما یه نکته منفی هم این وسط وجود داره راجع به حالا یه سری پیجا مثل همین پیجی که امروز با هم بررسی کردیم. اونم اینه که اینجور پیجایی که یه دفعه رشد زیاد میکنن ممکنه که به همون سرعت هم یه دفعه سابسکرایباشون رو از دست بدن، چون یه ذره غیر عادی بعضی وقتا وقتی رشد وجود داشته باشه سیر نزولی هم همون جوری خواهد بود، یه جور حالت سینوسی ممکنه وجود داشته باشه، یه دفعه بره بالا یه دفعه بیاد پایین. پس اگر با این چنل های این چنینی مواجه هستیم و حالا واسه خودمون این اتفاق افتاده که یه دفعه چنلمون یه رشد خوبی کرده، خیلی باید حواسمون باشه که بتونیم با ارائه مطالب قشنگ و با کیفیت در درجه اول بتونیم اون سابسکرایبایی که داریم رو حفظ کنیم و در درجه دوم به فکر افزایششون باشیم. چون اگه ما همش دنبال این باشیم که هی چطور سابسکرایب بگیریم، چیکار کنیم، ویدیو اینجوری بذاریم، این خیلی فایده نداره، ممکنه که خیلی از سابسکرایبامون از دست بدیم. پس در درجه اول باید سعی کنیم که اونایی که داریم رو حفظ کنیم، تعامل خوبی باشون داشته باشیم و بعد به فکر این بیفتیم که سابسکرایبامون رو افزایش بدیم. اما میگم این داستان یه ذره تو این چنلایی که یه دفعه رشد زیاد میکنن اگه نتونن خودشونو آپدیت کنن، اگه تعامل خوبی نتونن برقرار کنن، خب چون نمیشه دیگه یه دفعه وقتی یه پیجی در عرض 49 روز 1,000,000 سابسکرایب میگیره نمیتونه به همه کامنت ها جواب بده، نمیتونه تعامل داشته باشه، پس یه دفعه سابسکرایباش هم میریزه. حالا چون چنل شما قاعدتا پله پله رشد خواهد کرد سعی کنید همون پله پله خودتون رو هم آپگرید کنید، خودتون هم با مطالب جدیدتر آپدیت بشید، ویدیوهای بروزتر بذارید و در درجه اول همونطور که گفتم سعی کنیم که سابسکرایبایی که داریم رو حفظ کنیم. خب دوستان امیدوارم از تماشای این ویدیوی آموزشی لذت برده باشید و امیدوارم چنل شما هم بتونه در یک مدت زمان کوتاه به یک رشد خیلی زیادی برسه. ما هم در همین راستا ویدیوهای مختلفی رو راجع به نحوه رشد چنل ها، نحوه راه اندازی چنل، چگونگی درآمد بیشتر از یوتیوب، به ازای هر 1,000 ویو ما چقدر درآمد پیدا میکنیم، چگونگی گیمر شدن، ادیت عکس، ادیت فیلم و به طور کلی تمام مطالبی که شما لازم دارید تا یک یوتیوبر موفق بشید رو منتشر میکنیم. پس اگر شما هم دنبال رشد در یوتیوب هستید و تا به حال چنل ما رو سابسکرایب نکردید ازتون دعوت میکنم که چنل ما رو سابسکرایب کنید.